در جلسه فوق‌العاده با حضور رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، ابعاد مختلف تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و راه‌های واکنش به آن بررسی شد. جلسه‌ای که بخشی از آن بدون حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته برگزار شد. پیام این اتفاق را یعنی یک همداستانی کامل در مقابل اقدامات کنگره آمریکا در مجلس شورای اسلامی وجود داره که این کلیات به تصویب برسه که ما مصوب کردیم در کمیسیون مجموعه پیشنهادها رو میره به صحن مجلس برای رأی‌گیری نهایی و تبدیل به قانون. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام هم مصوبه جدید کنگره آمریکا را ناقض بندهایی از برجام دانست که باید به آن پاسخ قاطعی داد. با پیشنویسی که دوستان در کمیسیون تهیه کرده بودن وزارت امور خارجه هم کاملا موافق هست. نیاز هست که در مقابل این حرکات خصمانه آمریکا و خبیثانه آمریکا و به خصوص به خاطر آثاری که بر اجرای برجام میگذاره و منافع جمهوری اسلامی ایران از برجام رو کاهش میده و به همین دلیل نقض برجام هست، نقض بندهای 26, 28 و 29 برجام حتما به نیاز به عکس العمل مناسب داره و ما خوشحال هستیم که یک اتفاق نظر کامل در کمیسیون در این رابطه. شش شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی شهید همت را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا علت وضع این تحریم های جدید را پرتاب ماهواره بر سیمرغ اعلام کرده است. این تحریم ها به دولت آمریکا امکان می دهد هر گونه دارایی متعلق به این شرکت ها را توقیف و از داد و ستد شهروندان آمریکایی با آنها جلوگیری کند. همزمان آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای مشترک پرتاب ماهواره بر سیمرغ را محکوم کردند و آن را مغایر قطعنامه سازمان ملل خواندند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد ایران با تمام توان به راهش در برنامه موشکی ادامه می‌دهد و به دیگران اجازه صحبت درباره مسائل دفاعی و نظامی خود را نمی‌دهد.